سلام بچه ها، چطوری؟ خوبی؟ بچه ها میخوام در این ولاگ از حالت بسیار کثیف خونه رونمایی کنم. خونه رو هنوز جمع نکردیم، گفتم چه معنی داره که هر دفعه ولاگ داریم خونه تمیز و مرتب باشه، باعث سوء تفاهم نشه. خونه ما این شکلی هم میشه، یعنی افتضاح الان آشپزخونه، اصلا نمیدونید چه وضعیه. دیروز رو نتونستیم، دیروز همش بیرون بودیم ما و نتونستیم جمع و جور کنیم، ولی وقتی رسیدیم خونه خیلی خسته بودیم، خیلی. به خاطر همین خونه اصلا در یه حالت فاجعه باریه و امروز باید تمیز بشه. منتها من میخوام در همین شلوغی الان واسه خودم صبحونه درست کنم، چون گشنمه و هیچ چیزی مهمتر از صبحونه نیست. دلم نمیخواد پیازچه ها خراب بشن، برم سراغ نیمرو پیازچه معروفم، یه نیمرو پیازچه بزنم. حتی چاقوی خوب نداریم، همه چی داره شسته میشه. بچه ها نمیدونم اینجا توی ولاگم گفتم یا نه قضیه این سگای همسایه رو، بکنم نگفتم بهت، توی اینستاگرام تعریف کردم، بذارید بهتون نشون بدم کدوم خونه هست. ببرمتون اینجا ببینید، یه خونه روبروی خونه ما هست، یعنی اونجایی که اون ماشین قرمز پارک کرده، اونجا اون خونه، اونجا این خونه دو تا سگ داره، دو تا سگ سیاه بزرگ داره. الان اومدن، الان من دیده میشن یا نه، یکشون اومد اون پشت، میبینید این دو تا سگ سیاه خیلی بزرگن و اصلا اینطوری تربیت شدن که به همه حمله کنن همیشه. این کوچیکشونه، یه دونه بزرگتر هم اون پشته که الان فکر کنم توی دوربین دیده نشه. آقا اتفاقی که اون روز اینجا افتاد به این شکل بود که من اینجا واسطه بودم، داشتم تلفن حرف میزدم پشت پنجره، یهو دیدم این سگا اصلا بیرون نباید بیان چون خیلی خطرناکن، دیدم رها شده توی خیابونن و خیلی وحشت کردم، یعنی واقعا ترسیدم. یهو گفتم اینا چرا اینجوری بیرونن و سرگردون دارن این برون بر میرن. بعد یکی از همسایه هامون که بچه داره، بچهش توی حیاط داشت بازی میکرد، بچه کوچولوه، مثلا یک و نیم دو ساله، نه دو سه سال است، یه بچه دو ساله، و سریع پرستار بچهش اومد بغلش کرد و فرار کرد رفت اون ور از دست این سگا. بعد یهو این سگا، این در پارکینگ ما باز بود، یهو اومدن توی حیاط و این سمت رفتن و حمله کردن به یه گربه بیچاره‌ای که تو باغچه داشت واسه خودش بازی میکرد. آقا شانس آوردیم، حتی چه شانسی که یکی از همسایه هامون که اسمش آلپاسانه، ایشون داشت میرفت سر کار و همونجا بود، اینا رو که دید یهو، یعنی جونش رو گذاشت کف دستش، بچه‌ها چون این سگا خیلی خطرناکن، جونش رو گذاشت کف دستش و رفت برای نجات گربه به این سگا حمله کرد، رفت به سمتشون و با کیفش اینجوری شروع کرد اینجوری تو هوا تکون دادن. مثلا گفتم الان این سگا به آلپاسان هم حمله میکنن، اما این سگا ترسیدن و رفتن، ولی خب قبلش گربه رو به دهن گرفته بودن و گربه مجروح شده بود. دیگه همه همسایه ها اومدن پایین و بعد دعوا شد. همین آلپاسان خیلی خیلی عصبانی شده بود و شروع کرد با صاحب سگا دعوا کردن که این چه کاریه، چرا بدون مثلا نظارت رهاشون کردین. اونم به جای معذرت خواهی، به جای اینکه بیاد توی مثلا حیات ما و ببینه این اصلا این گربه چش شده، به جای اینکه بیاد این کارا رو بکنه، شروع کرد پروبازی، شروع کرد پروبازی و بعد جواب دادن و خلاصه دعوا شد، نزدیک بود اصلا بزنتش این همسایه ما. یه آدم ها گرفتنشون رو جداشون کردن اینجور چیزا و سری آلپاسان سری گربه رو برداشت. گربه یکی از همسایه های ما به نام رازی است، رازی خانم خیلی خیلی همسایه ناز و مهربونیه، یه خانم مثلا 60 سال است. گربه اونه، ولی خب همینجور بیرون هم میومده، گربه خیابونه که تو خونه اونا هم میرفته و میومده دیگه، اونم اومد بیرون، همه گریه، همه همسایی ها گریه میکردن. بچه ها خیلی حس و حال عجیبی بود اون روز، همه ناراحت بودن دیگه. خلاصه بردن گربه رو دامپزشکی و متاسفانه گربه نموند دیگه، خیلی آسیب دیده بود، عملش هم کردن ولی زنده نموند و فوت کرد. بعد که فوت کرد، خب ما خیلی به همسایه‌مون هی پیام دادیم و هی مثلا گفتیم ما کنارت هستیم و فلان و اینا، خیلی حالش بد بود.
دیروز که داشتیم برمیگشتیم خونه به همون پیام داد رازیه خانوم، گفتش که اگه خونه اید یا شما بیاد اینجا یا من بیام اونجا همون ببینیم یکم کنار هم باشیم. گفتم آره حتما و اینا، ما یه ساعت دیگه خونه ایم. گفت پس شما چون از بیرون دارید میایید شما بیاید خونه ما، بیاید یه قهوه بخوریم. ما هم رفتیم یه دسته گل گرفتیم واسش و رفتیم خونش دیگه. کلی هم استرس داشتیم که مثلا کاش بتونیم خوب ترکی صحبت کنیم، چون ترکیم هنوز در اون حد نیست، مثلا پری اینترمدیتی. ولی شانس آوردیم که دختر رازیه خانم هم اونجا بود و دخترش انگلیسی بلده، بنابراین هم ترکی حرف زدیم هم انگلیسی و تونستیم از پس خودمون بر بیاییم. رازیه خانم هم خیلی آروم و چیز صحبت میکرد، اصلا برامون قابل فهم بود. دیگه رفتیم دیدنش و اونجا خیلی قشنگ بود. بچه‌ها شما اگر از همراهان قدیمی من باشید میدونید که من عاشق اینم که برم تو خونه آدما. دیگه منو میشناسید دیگه، من عاشق اینم که اصلا مثلا خونه یه آدم جدید برم ببینم خونه‌ش رو چطوری چیده، به اشیا دقت کنم، قصه اشیا رو تو ذهنم بیارم، خیلی لذت برم این کار. بعد به خاطر همین خیلی خوشحال بودم از این نظر و اگه بشه کمتر روغن بریزی. حواسم رفت به حرف زدن با شما، روغن زیاد شد. و خونهشون خیلی قشنگ بود بچه ها، حیف که نمیشد فیلم بگیری، زشت بود دوربین به دستشم. خونهشون خیلی قشنگ بود، از این خونه هایی که روح یه آدم قدیمی توشه، یعنی مشخصه که آدمی که اینجاست یه سن و سالی داره. اصلا رنگ پارکت خونه، میزان استفاده از چوب توی خونه خیلی قشنگ بود. بعد یه پیانو هم اونجا بود که ما ازشون پرسیدیم که شما میزنی؟ بعد گفتش که نه اینو دخترم میزنه. بعد دخترش که اومد، دخترش همسن ما بود، گفتش که آره من مثلا سالها پیانو زدم ولی دیگه الان نمیتونم تمرین کنم چون دانشگاه میرم و اینجور چیزا نمیتونم. خلاصه بعدش دیگه بهش گفتیم، اصلا گفت بزنم براتون یه قطعه رو بزنم، گفتیم آره. بچه ها نشست زد و واقعا انگار مثلا نشستی داری مثلا یه استاد فوق‌العاده فاخری که داره مثلا شوپن مینوازه رو میبینی، انقدر زیبا زد، خیلی حرفه‌ای بود. یعنی من و مشتبه اینجور شده بودیم. مشتبه که آخه قبلش گفت، مشتبه که آره منم پیانو میزنم، بعد من بهش گفتم من یه مدتی چلو میزنم دوست دارم دوباره شروع کنم، و گفت پس ما میتونیم با هم دیگه کلی آهنگ بزنیم. وقتی که رفت اون قطعش رو زد پشت پیانو، گفتم آره حتما ما هم میتونیم آهنگ بزنیم. یعنی مشتبه گفت نه ما با هم واقعا نمیتونیم آهنگ بزنیم، همچین خیالی نکن، ما اصلا اینطوری نیستیم، ما الکی فقط خیلی کم تمرین میکنیم، هر از گاهی میزنیم، تو اصلا حرفه‌ای هستی. گفت من اصلا 10 سال تدریس میکردم. خلاصه خیلی قشنگ بود دیگه خونه‌شون، خیلی لذت بخش بود این ارتباطی که با همسایه ها ایجاد میشه رو من خیلی دوست دارم. وقتی همسایه خوب داری واقعا برای من لذت بخش ارتباط باهاش. دخترمونو ببینید، I don't care. I don't know what I'm doing. مشتبه اومد خونه، کامیل رفت استقباله، بهش گفته بودم گل از این گلا واسه هم بخره. دیروز واسه این همسایه‌مون یه دسته پر از اینا گرفتیم، بذارید بیام جلو ببینید. اینا نمیدونم سنبولن، خلاصه که خیلی خوش بودن.
بعد مثل این بچه هایی که کادو میبرن واسه تولده یکی بعد حسودیشون میشه واسه خودشون هم میخوانه باشه و گفتم از این گلا میخوام بذارم رو میزم. حالا الان که اومده اینه گرفته، کار اداریشو انجام داده، خونه رو هنوز باید تمیز کنیم. من الان میخوام حال رو تمیز کنم، بعدم برم سراغ آشپزخونه، بعد برم بالا و برم بشینم حداقل یکی دو تا درس ضبط کنم، چون عقب افتادم و دوست دارم دوره تا حداقل هفته اول عید بیاد بیرون. دیگه پشتت به دوربینه. سلام کن. سلام. آشپزخونه رو تمیز کنم چون آشپزخونه خیلی کثیفه و رسیدم که دوتا درسم ضبط کنم. خوشحالم. حالا نمیدونم الان برم سراغ آشپزخونه یا یکم استراحت کنم. از چی با 4 تا دوستام قرار داریم و باید فکر میکنم یک ساعت یا ساعت و نیم دیگه راه بیافتیم و بریم. فکر میکنم که بهتر یکم استراحت کنم. در تراس رو باز کردم چون گرمم شده بود داشتم کار میکردم و هوا بوی عید میده. حالا این بوی عید مال ماهاست دیگه، کسایی که ایرانی نیستن که عید نوروز ندارن خب این حس رو شاید نداشته باشن، ولی اصلا بوی بهار و بوی عید الان از الان داره میاد و الان نیمه اسفنده. خیلی قشنگه. خلاصه بچه ها ما همین الان رسیدیم خونه. امروز رفتیم بعد از ظهر چیز رفتیم با دوستامون بیرون، 4 تا دوستامون، بعد رفتیم به بشیکتاش. بشیکتاش محله خیلی خوشگل توی استانبوله، خیلی محله زندگیه، پر از کافه است. یعنی اگر ندیده باشید واقعا نمیدونم چطور بگم که بتونید تصور کنید چقدر کافه توشه. یعنی مثلا توی یه خیابونش فقط وقتی راه میری مثلا چه میدونم 40 تا کوچه است، 30 تا کوچه است و توی هر کوچه کنار هم کافه است. خیلی عجیب غریب کافه اونجا هست و همه کافه هم شلوغ هم جالبه. کلا خیلی محله شلوغ و بسیار زیباییه، خیلی مثلا زنده است، خیلی احساس خوبی داره و خب کنار دریاست، اسکله داره، به خاطر همین هم جای خوبی برای قرار گذاشتنه، چون مثلا ما از این سمت اروپایی میایم، دوستامون از سمت آسیایی میان، قسمت خوبی برای قرار گذاشتنه، همه میتونن راحت بهش برسن به خاطر اینکه اسکله داره، با کشتی و اینا میان همه. خلاص اونجا قرار گذاشتیم، رفتیم همو دیدیم و رفتیم رستوران شام خوردیم. من چیز خوردم، اسپاگتی بولونز خوردم و مشتبه یه کفتهی سفارش داد، بخوام با لحجه خودشون بگم که توی ماست و بادمجون درست شده، یعنی کنارش ماست و بادمجون داره و خیلی خوشمزه است. یادم نیست اسم کفته چجور کفته یه، بعد ازش بپرسم. الان که رسیدیم مشتبه رفته توی بازی دوتا دوش. یعنی بچه ها میخوام بهتون بگم این روتین مشتبه است، هر وقت ما بیرون میریم مثلا آخر شب میایم، فرقی نمیکنه چه ساعتی میرسیم خونه، هر ساعتی برسیم خونه مشتاق اول بعد یه دست دو تا دو بازی کنه، بعد میتونه مثلا کارهای دیگه زندگی رو انجام بده، مثلا بیاد بخوابه، مثلا اگه کار دیگه ای داریم خونه رو میخوایم جمع و جور کنیم. این روتینشه، رفته تو ذهنش، اصلا وقتی میرسیم خونه باید حتما یه دست بازی کنه. اول الان رفته تو هدستش صدای منو نمیشنوه. آقا من توی بذارید من برم بچه ها موزیک فردا رو بسازم، دوباره برمیگردم پیشتون. فردا الان پنجشنبه است، داریم وارد جمعه میشیم، الان نزدیک ساعت 12 است. فردا باید موزیک جمعه رو تستش رو بسازم، انتخاب کردم موزیکش رو خیلی قشنگه، برم بسازم دوباره میام پیشتون حرف دارم با تو.
شد 1:30. یعنی گاهی اوقات دلم میخواد واقعا روز به جای 24 ساعت 72 ساعت باشه، انقدر که حس میکنم هنوز دلم نمیخواد الان برم بخوابم، هنوز نمیخوام الان روز تموم بشه، هنوز یه سری کار رو میخوام الان انجام بدم، ولی دیگه واقعا انرژیم ته کشیده و باید برم سمت خواب. موزیک رو درست کردم، تستش رو رفتم، کتاب 1984 انگلیسیش رو خریدم. الان که دارم با تون صحبت میکنم که تقریبا اواسط اسفند هستیم، اسفند 1400، آره دیگه 1400، من همیشه تاریخ ها رو اشتباه میکنم، نکنه 1401 نه فکرم 1401 قراره در همخونی بعدی هشتگ بایلد کتاب بخونیم توی اینستاگرام بریم سراغ 1984. راجع به این کلن خیلی از من میپرسن که چطوری توی اینستاگرام مثلا کتاب خونی میکنید و این همخونیتون به چه شکلی؟ هیچ شکل خاصی نداره، یعنی خیلی راحته، یه کتاب معرفی میشه، همه میرن کتاب میخرن، کسایی که دوست دارن شرکت کنن و بعد دیگه دنبال میکنن استوری ها و پست هاشو. اینطوری نیست که اکانت شخصی منه، اینطوری نیست که مثلا من از صبح تا شب هر روز راجع به کتاب حرف بزنم، نه، زندگی عادیمه، هر روزی که برم خودم سراغ کتاب میام در موردش صحبت میکنم، پست میذارم در موردش، زیرش میایم صحبت میکنیم، آدما میان نظراتشون رو مینویسن، که اصلا قسمت نظراتی که مینویسن خیلی قسمت مهمیه، خیلی از حرفای من مهمتر چیزایی که بقیه میان مینویسن، استوری راجبش میذارم و تمام اینا، چه استوریا چه پستا، توی هایلایت خود اون کتاب با اسم اون کتاب ذخیره میشه و تمام هایلایت های کتاب توی صفحم دورشون دورچین داره، یعنی از این نقطه از این خط چینا داره اینجوریه که مشخص بشه و زیرش هم که اسم کتابه، مثلا هایلایت این نوشته شده 1984، هایلایت کتاب قبلی فلسفه تنهایی، که هر کسی در هر زمانی که به هم خونی پیوست و اون کتاب اومد بخونه بتونه هایلایتش رو ببینه، پستاش رو ببینه، استوریاش رو ببینه، مخصوصا که پستاش رو باز کنه نظر بقیه رو بخونه، این خیلی مهمه. حالا این کتاب چون من میخوام انگلیسیش رو پیش برم به خاطر اینکه فارسیشو که خب مشتبه داره میخونه، ورژنش هم اینجا هست، هر موقع خواستم مقایسه میکنم، از این نظر که اگه سانسوری داشت اون قسمتاش هم بذارم حتما و حتی با اون ورژن های تصویریش، اون قسمت هایی که سانسور داره حتما اون ورژن های تصویریش هم توی کانال تلگرام فارسی میذارم، اسمش یلداز جرنیه، مثل اسم همین کانال در یوتیوب و اونجا میذارمش دیگه. نمیدونم شما اون زمان با من همراه بودید یا نه، ولی زمانی که سیر عشق رو شروع کردیم به خوندن، سیر عشق آلن دوباتنو، خب رسیدیم به اون فصلایش که خیلی سانسور شده بود، فصل اصلا در یه فصلش کلا در مورد سکس بود و کلا سانسور شده بود. بعد اون موقع یه مترجم عزیزی که گفت اسممو نیارید چون مترجم توی ایران نمیخواست برش مشکلی پیش بیاد، گفت من قبول میکنم که این فصلا رو ترجمه کنم و لطف کرد، زحمت کشید و خیلی هم سریع ترجمه کرد، یکی دو روزه به دست من رسوند، اون فصلا رو ترجمه فارسی کرد و من ترجمه فارسیشو گذاشتم توی کانال تلگرام و اونجا هست. خب اون به نظر من خیلی کار بزرگی بود که انجام شد با کمک شماها. ببینید که وقتی آدم ها کنار هم جمع میشن چه کارهای خوبی میتونن انجام بدن، واقعا خیلی زیبا بود اون حرکت. خلاصه حالا دیگه میخوایم بریم سراغ خوندن این. بچه ها رفت بودم کتاب فروشی که اینو بخرم، یه کتاب با نمک دیدم، اینم خریدم، اسمش هست Take Away Turkish، یعنی یه جورایی مثلا زبان ترکی مثلا خیلی سریع و آدم سریع یاد بگیره، خیلی به صورت تیک اوی از این رستوران هست که غذاتو میگیری با ماشین رد میشی، غذاتو میگیری سریع میری، اونجوری انگار. بعد یه کتاب ترکیه که خیلی جالبه، الان بهتون نشون بدم، موقعیت‌های مختلف ترکیه که بیشترشو احتمالا من دیگه، یعنی به دوره به سطح من رسیده بیشترشون رو بلدم، ولی خب چون موقعیت‌های مختلفه و خیلی قشنگ هم تصویر سازی شده، خریدمش که بشینم نگاه کنم، حالا بهتون نشون میدم چه شکلیه. ببینید هم دیگه ورق بزنیم، سیدی هم داره، حالا البته که دیگه سیدی استفاده میکنه، سیدیش به درد من نمیخوره، بهتون نشون بدم اولا که چقدر
کاش میتونستید بوش کنید. چقدر جنس کتاب خوبه و چقدر خوب چاپ شده. ببینید مثلا این مرحبا شروع میشه راجع به مثلا مملکتم، کشورم و شغلم اینجا صحبت کرده. همینطور میره جلو دیگه، سه جاش بهتون نشون بدم. اینجا راجع به استانبول حرف زده، این شکلی خیلی قشنگه. ببینید چه جالبه. ترکچه اورنیورم، یعنی دارم ترکی یاد میگیرم. گچمیش اولسون، هر کی اینجا مریضه بهش میگن گچمیش اولسون، یعنی زود خوب بشی و حتی وقتی غمگینی و یا اتفاق بدی برات افتادم میگن گچمیش اولسون. یعنی مثلا میگی که آره مثلا هفته پیش افتادم زمینم مثلا میگید که آره مثلا با دوستم دعوام شد یا مثلا دعوا کردیم و اینا، خیلی ناراحتم، قلبم شکسته، بازم میگن گچمیش اولسون، خوب بشی زود. خیلی قشنگه. بعد نجبه خالیده افته پروبلم لر، یعنی مشکلات توی خونه. خیلی جالبه موضوعاتش، میبینید خیلی کاربردیه. زندگی روزانه است. کای بولدم، یعنی گم شدم. آلاماز امداد، یعنی همون امداد خودمون. بوش زمان، یعنی فری تایمتون رو مثلا چطوری میگذرونید. دعا یعنی نیچر فکر کنم، اشتباه نکنم. خیلی قشنگه موضوعاتش. مرسی که همراه من بودید توی این ولاگ و بیام برمیگردم راجع به چیزایی که حتی بهم گفتید حتما برنامه شو میذارم که صحبت کنم، مخصوصا این که هفته پیش کلی از آدم ها گفتن که راجع برنامه ریزی بگو. خیلی بهش فکر کردم، حتما میشنم جمع جور میکنم تجربیاتم تو این سال ها، مخصوصا به خاطر اینکه تو خونه کار میکردیم. خب خیلی روی قضیه برنامه ریزی تا حالا فکر کردیم و عمل کردیم و مخصوصا من که اصلا از بچگی اینجوری بزرگ شدم، اصلا تو خونم این برنامه ریزی کردن و همیشه منظم بودن تو اینجور مسائل، بنابراین میشینم حتما بهش فکر میکنم که یه لیستی بشه واسم و حتما ولاگش رو میسازم. مرسی ازتون، ممنونم که همراه هستید، مرسی که کامنت میذارید، من کامنتاتون رو میخونم، عشق میکنم، ممنونم. روز خوبی داشته باشید، شب خوبی داشته باشید، شبتون بخیر.